د اصلاحاتو خپرونې قدرمنو لیدونکو سلام. دا دی زه احمد جاوید صدیقی د اصلاحاتو د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د هیواد په ملي دفاع وزارت کې د ملکي جوړونې څلورم پړاو پیل شو. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او دغه راز د هیواد د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره د ملکي جوړونې بهیر له پایله بیا تر اوسه په دغه وزارت کې شاوخوا 4400 بستونه ملکي او د آزادو سیالیو له لارې ډک شوي دي او ټاکل شوی چې شاوخوا 9000 نور بستونه ملکي او د آزادو سیالیو له لارې ډک شي. په دې اړه زموږ همکار فیض الله صافی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د تګلارې له مخې د هیواد په ټولو خپلواکو ادارو او وزارتونو کې باید د اصلاحاتو بهیر بشپړ شي. په همدې موخه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د هیواد له ملي دفاع وزارت سره د لاسلیک شوې هوکړې له مخې په دغه وزارت کې د ملکي جوړونې د څلورم پړاو د پلي کېدو په موخه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د هیواد ملي دفاع وزارت مرستیال باز محمد جوهری په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د دغې پروسې د څلورم پړاو له پیلېدو هرکلی وکړ او په دې برخه کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون هڅې وستایلې. در مدتی که کارهای ما شروع شده است، همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری سازمانه سپاسگزاری میکنیم. دلیل از اینکه اینا با حوصله‌مندی و صمیمانه و صادقانه با ما همکاری کردن. در این شکی نیست که مشکلات زیاد است، ما هم مشکلات داریم. کاری جناب رئیس اشاره کردن خو یک پروسه بود که ابتدا همه مخالف بودیم. وقتی ملکی سازی در وزارت دفاع مطرح میکردیم، طور واکنش در برابرش وجود داشت که تمام بدنه اردو و رهبری و منصبا و افسرا به این مخالف بود. ولی الحمدلله به اصل اینکه ما این کار را تطبیق آغاز کردیم، حالا اگرچه از نقطه کم هم شروع شد، اما همین که تطبیق میشه، همین که پلان وجود داره، همین که برنامه است، همین که اراده برازی وجود داره، خود از این سر هم شد. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ملکي خدمتونو ادارې لوی مشر احمد مسعود توخي وویل چې په ملي دفاع وزارت کې د ملکي جوړونې بهیر له پیله بیا تر اوسه شاوخوا 4400 بستونه د آزادو سیالیو له لارې ډک شوي او دغه بهیر په چټکۍ سره دوام لري. دفاع ملی رسما امضا شد، پروسه اصلاحات ریفورم آغاز شد که خوشبختانه تا به امروز و بیشتر از 4400 بست اولاً تابع سیستم راتلوماش و تابع پروسه ملکی سازی شده و هدفی که ما در ابتدا روش بحث کرده بودیم یک هدف در حدود 12500 بست بود که خوشبختانه با امضای تفاهمنامه و پلان تطبیقی که امروز امضا میشه ما با مو اهدافی که در 92 تعیین کرده بودیم انشالله که بریم به طرف نهایی شدن و اکمال اون مو تعهدی که در سال 92 داشتیم که با تطبیق ریفورم در 7700 چند بسته که امروز تفاهمنامه امضا میشه ما به هدف 12000 نفر خود میرسیم. نوموړي وویل چې دغې پروسې په پلي کېدو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون له ملي دفاع وزارت سره په پوره توګه همکار دی. د ویلو ده چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او ملي دفاع وزارت ترمنځ تیر کال په یاد وزارت کې د ملکي جوړونې هوکړه وشوه او تر اوسه دغه وزارت سلګونه بستونه د آزادو سیالیو له لارې ډک شوي او تمه ده چې په راتلونکي کې هم دغه وزارت شاوخوا 9000 بستونه د آزادو سیالیو له لارې ډک شي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون په تیرو څو کلونو کې د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي او په دې برخه کې زیات شمیر ادارې تر خپل پوښښ لاندې راوستې دي. په دې اړه مو د ولسي جرګې له یو شمیر غړو سره مرکې کړي چې لیدو ته یې تاسې رابولم. خب ما گاهی در قضاوتها و تحلیلهای خود دچار افراط و تفریط میشیم. گاهی کاملا منفی تحلیل میکنیم، میگیم هیچ چیزی اداره خدمات ملکی هیچ چیزی نداشته، هر چی که بوده نواقص بوده. من زیاد طرفدار این نیستم. من میخوام اعتراض کنم که منصفانه این خواهد بود که ما در تحلیل و ارزیابی خود با توجه به شرایط افغانستان و گذشته این مملکت ارزیابی بکنیم. از یاد نبریم که ما در مدت 13 سال پیشرفت‌های خوبی داشتیم در عرصه حکومتداری و اداره، اما او استفاده ای را که باید می کردیم از امکانات، توجه جامعه جهانی، اعتبار بین المللی افغانستان نتونستیم خوب استفاده بکنیم. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلی که ما نتونستیم خوب استفاده بکنیم یکی ما ضعف داشتیم. یعنی ادارات ما و حکومت ما
با کمبود ظرفیت روبرو بود. یک بخشش این بود که ما وابسته به کشورهای بیرونی بودیم، بنابراین ما تصمیم گیرنده نهایی نبودیم. یک بخش این بود که ما درگیر جنگ و ناامنی بودیم، بنابراین ما نمیتونستیم که مثل یک کشور در حالت عادی به ساختن اداره و تنظیم بروکراسی خود بپردازیم. و بخش چهارم مهمتر که شاید اول باشه ایست که از یاد نبریم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که هنوز ساختارهای سنتی و قبیله‌ای در جامعه بسیار ریشه‌دار و عمیق است. ملکی ادارو که اصلاحات راوستل او د افغانستان ټول ادارو که د اصلاحات راوستل او د فساد د مبارزه پالیسی د افغانستان د اساسي قانون یو اصل دی چې دولت دې ته مکلف دی. تر ننه پورې څه موږ لیدلي ځینې ځایو کې دا ډېر ښه جواب یې ورکړی، پروسه ښه مخته تللې ده. په ځینو ځایو کې هم خپل ځانګړې ستونزې درلودلې او په ځینو مواردو کې بیا سیاسي ستونزې د دې سبب شوې چې په ادارو کې هغه څرنګه چې اصلاحات لازم و هغه ترسره نسي. ما ایجاد نهادها را در هرچند تاثیرگذاریشان اندک باشه مفید میدانم، چرا اول باید نهادها ایجاد شوه، بعد نهادها قدرتمند شوه و پس از قدرتمندی نهادها تغییری که لازم است باید دیده شوه. بنان کمیسیون اصلاحات اداری نفس ایجادش کار خوب است، چرا که اداره ما شدیداً به اصلاح ضرورت داره. اما پیشنهاد ما چیست؟ چگونه اصلاحات؟ اصلاحاتی که به دور از رنگ و بوی قومی باشه، اصلاحاتی که به دور از رنگ و بوی سمتی باشه، زبانی باشه. معیاری که برای اصلاح باید باشه تقوا باشه، پرهیزگاری باشه، تخصص و تجربه باشه. تا زمانی که ما افراد متعهد، متخصص، صادق و راستگو در رأس ادارات دولتی افغانستان نیاریم، مشکل بزرگی که افغانستان داره ایست که ادارات دولتی ما با کسانی در بخش از موارد رهبری میشه که تعهد، تخصص و حب وطن و دوستی با وطن ندارن. بنان پیشنهادی که ما میکنیم ایست که در اصلاح اداره هم وجه دینیش در نظر گرفته شوه، هم تخصص، تجربه و راستگویی و صداقت و ایمانداری افراد، که اگر چنین شوه ما امیدوار هستم که در سالهای آینده ما شاهد یک تحول و تغییر بسیار خوب در اصلاح اداره در افغانستان باشیم. اداره ما در طی چند سال گذشته پیشرفت‌هایی هم داشته، اما با توجه به مشکلاتی هم که وجود داشته چالش‌هایی هم وجود داره که ما انتظار داریم ان شاءالله طی سالهای آینده بتونیم به این هدف دست پیدا بکنیم. ولی دو نکته رو می‌خوام برای اصلاح اداره تاکید بکنم: اراده از بالا، اراده قوی، و دو حضور آگاهانه مردم. حضور آگاهانه مردم به این معنا که مردم نباید این گونه باشه که بعد از اینکه انتخاب میکنن دیگر بی توجه باشه از آنچه که از کسی که انتخاب کرده یا نظام سیاسی رو که حمایت کرده، باید بازخواست بکنه، حضور داشته باشه، از طریق دیدگاه‌های اعتراضی و مطرح کردن تقاضاهای به حق و مشروع خودشان میتونه اداره رو تحت فشار بگذاره تا اینکه به خواستهای به حق اونا رسیدگی بکنه. اما از بالا هم طبعا باید یک چنین اراده برای آوردن اصلاحات و تأسیس اداره مؤثر باید وجود داشته باشه. د افغانستان راتلونکی حکومت باید په کومو برخو کې د اصلاحاتو راوستو ته پام وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې اند دي چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید د خلکو او دولت ترمنځ د باور جوړونې تر څنګ د قانون حاکمیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اولنه شاید چې راتلونکی حکومت باید هغه ته ډېر اهمیت کړي، هغه باید د افغانستان د دولت او د خلکو په مابینځ باندې یو اعتماد او یو پل جوړ کړي. څه خلک ونه وایي چې دولت ایمانه دی او دولت هم داسې ځان بې مسؤلیته ونه ګڼي چې والا خلکو ته هېڅ نوه مسؤلیت نه لري. دا یو خبره. په دویم قدم کې ټولو نه مهم زموږ داخلي او بهرني اړیکې دي چې هغه باید په یو واقعي سیاست باندې ولاړ وسي. د دې تر څنګ اقتصادي پروګرامونو کې باید نوښت راشي چې د افغانستان اقتصاد مخته لاړ شي، او په دې اقتصادي پروګرامونو کې باید د ښځو اقتصادي ونډه تر قرباني نه شي. سیاسي جوړښت کې باید د ښځې او نارینه او د شایسته سالارۍ پر اصل باندې او د قومونو د ښکلا تر څنګ باندې
اصل چې په هغه کې کادرونه دي ښه شهرت او نیک شهرت دی په افرادو کې، دا باید د پام نه ونه غورځول سي، ځکه چې راتلونکی حکومت ته مشروعیت نه تنها یوازې د انتخاباتو پروسه ورکوي، بلکې د انتخاباتو تر څنګ باندې دوی ته لازم مشروعیت د دوی ارزاده خدمات ورکوي. او هیرم نه شي چې د افغانستان ډېر ولس دې ته په تمه دي چې کرزي نه وروسته دیارلس کال نه وروسته څوک راځي او څه کوي. من فکر میکنم که 13 سال را که ما از پروسه بون تا امروز آمدیم همراه با فرازنشیبه های فراوانی بود و در این فرازنشیبه های در بحث حکومتداری، ارائه خدمات به مردم، بحث امنیت و تحقق و اهدافی که در آغاز مطرح میشد برخی از کامیابی ها و ناکامی های وجود داشت که میتونه تجربه بسیار خوبی برای حکومت آینده باشه. نکته بسیار مهم و کلیدی در بحث حکومتداری که زیربنا و تهداب بقیه مسائل محسوب میشه بحث حاکمیت قانون است. مشکلی که ما طی چند سال گذشته با او روبرو بودیم نبود حاکمیت قانون در اداره ما و در فرهنگ عمومی جامعه ماست. تا زمانی که در یک جامعه حاکمیت قانون وجود نداشته باشه طبعا نه در او جامعه بازخواست معنا پیدا میکنه و نه نظارت معنای واقع خود پیدا میکنه و نه حتی حسابدهی حکومت. طبعا در یک چنین اداره انواع و اقسام فساد و ناکارآمدی را ما شاهد خواهد بودیم. پس بنابراین من فکر میکنم اولویت اول حکومت آینده تلاش برای حاکمیت قانون است و این حاکمیت قانون میتونه در ابعاد مختلف مطرح باشه. اولین ویژگی حاکمیت قانون است که به هر حال عموم مردم افغانستان احساس بکنند که همه در پیشگاه قانون از وضعیت برابر و مساوی برخوردار هستند، هیچ کس معافیت قانونی نداره، هیچ کس در جایگاه فراتر از قانون قرار نداره و قانون در حق همگان تطبیق میشه. قانون تنها برای بیچاره ها و آدمای ناتوان نیست، بلکه آدمای زورمند، آدمایی که موقف سیاسی داره، همه با او کسایی که آدمای فقیر و ناتوان هستند در برابر قانون مساوی هستند. در یک چنین فضایی من فکر میکنم که امکان رفتن به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی در حکومت آینده وجود خواهد داشت. د اصلاحاتو خبرونه قدرمنو کتونکو د خبرونه په دې برخه کې زموږ د همکارانو لخوا جوړه شوې تمثيلي ټوټه په ګډه ګورو. فکر میکنی با خیالم که گلم کلگی ما جمع هست ها؟ چطور؟ والا چی بگویم؟ ما خو میگم همین پروسه به خیر ما و اداره ماست. با خیالم که تام زیر تاثیر گپای فضل احمد خان و جنت گل خان رفته. دیدار گل خان، تو بسیار به جای تشویش میکنی، اول معلومات پیدا کو بعد از او تشویش کو گپ بزن. تو همیشه ما تو گپا را میزنی و مردم را بازی میدی. خواهش میکنم، ای شما چی میگین؟ اینا و خودت همکارهای هستید، مثل برادر برای ما عزیز و قابل احترام هستید. ما شما را چطور بازی میتونم؟ من بسیار خوش هستم که اصلاحات بیای بخیر. اعلای ما که بیادر، از یک طرف گپ بیادری را میزنی، از دیگر طرف گپ اصلاحات هست. ای چه قسم همکاریست؟ گپای مفت. دیدار گلخان، تو چطوری تو قضاوت میکنی؟ تو از پروسه اصلاحات خبر داری؟ آه، من خوب خبر دارم. مرا پس میکنه، در جای ما دیگه کسا مقرر میکنه. چرا تو را پس میکنه؟ نمیفهم دیگه. دیدار گلخان، تو از کجا فارغ شدی؟ خبر داری دیگه، من خوب بی‌سواد نیستم، فاکولته زراعت خواندم. خیر ببینی، من کی گفتم خدای ناخواسته که تو بی‌سواد هستی؟ من خو میگم بالا خواهد گفتی که نمره پای چند است.
اجازه بده دیدار گلخان. چی ده گپ مدرایی؟ به خاطر گپایی ریزش وارسالیس سر تو آمد خان کار نکنم. لطفاً گپ اخ سر کلی تاثیر داره. اجازه بده بار که کمی بیشتر درباره اصلاحات آگاهی پیدا کنی. هرچند قانون فعلی برای شرکت در رقابت تجربه مرتبط به وظیفه مهم است، اما بیاین او بیادارا بعد از این مطابق رشته و تخصص خود در پوستا رقابت کنیم. خیبه یه اساس دیگه ما اهل کار نیستیم، بیکار هستیم دیگه. عیف پهانتون که خانده نیوتو نیست، تجربه مهم است. بسیار کم از کارکنان دولت است که مطابق رشته خود کار کنه. ما میگم که تخصص و تجربه را یک جای کنیم. تشکر فضل احمد خان، هدف ما می نمیجه است. پیشتر از دیدار گلخان پرسان کردم که از کجا فارغ شدی. دیدی که کار شد؟ گفت از فاکولته زراعت. اینم تو کلتان از پوانزای های مختلف فارغ شدین. چرا نمیرین و در یک رقابت آزاد با اساس تخصص و لیاقت تان امتحان نمیتین؟ تا استعداد تان نمایش بیافم و ماموریت تان مشخص شد. اگر مطابق تخصص ما کار پست خالی پیدا نشد چی؟ باز مشکل نیست. حال اساساً تجربه کاری در یک بخش در نظر گرفته میشه. امکانات نمیفهم. تو تصمیم قاطع بگی. کمیسیون اصلاحات اداری تنها ما را راهنمایی میکنه. زمینه اصلاحات فراهم میسازه. بیاین که مالکیت اصلاحات خود ما بگیریم و به صورت دوامدار خود ما و اداره ما را با شرایط و نیازهای جدید اما هم بسازیم. تقسیم وظایف بر اساس تخصص از اولویت های اداره مدرن می باشد. بله، یقینا. تمثیلی ټوټه مو په ګډه ولیده، هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. د اصلاحاتو خپرونې قدرمنو کتونکو، د خپرونې په دې برخه کې د کارموندنې اعلانونه لرو. ریاست اقتصاد ولایت اروزگان، اداره مربوطه وزارت اقتصاد، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. ریاست تکنولوژی معلوماتی، اداره مربوطه وزارت امور سرحدات و قبایل، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. ریاست نظارت برنامه‌های انکشافی، اداره مربوطه وزارت مالیه، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. ریاست ترافیک مخابره، اداره مربوطه اداره هوانوردی ملکی، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. ریاست میدان هوایی بین المللی مزار شریف، اداره مربوطه اداره مستقل هوانوردی ملکی، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. مشاور وزیر در امور فرهنگی، اداره مربوطه وزارت سرحدات و قبایل، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. ریاست اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره مربوطه ریاست امنیت هوانوردی ملکی، تاریخ ختم اعلان 26 سنبله. په شرایطو برابر کسان کولای شي چې د هیواد بهرنی چارو وزارت ته مخامخ د هیواد د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لبورد او دغه راز په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون له سیمه ییزو دفترونو فورمې ترلاسه کړي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ ویبپاڼې او دغه راز په ټلویزیون د لیکل شویو شمیرو سره اړیکې ونیسئ. د اصلاحاتو خپرونې قدرمنو کتونکو، دا وزمونږ د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت.